دانش شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. برای نشان دادن فرهنگ، هنر، تمدن و اندیشه پر افتخار ایران 7000 ساله، آثار سیاوش اوستا را به زبانهای پارسی، فرانسوی و انگلیسی بخوانید و به دوستان و یاران ایرانی و غیر ایرانی و حتی به دشمنان هدیه بدهید. دیگر آثار جنجالی و روشنگر سیاوش اوستا که تنها تیتر آنها برخوردار از پیام‌های خردگرایانه عنصر ایرانی است. پرشیا 7000 years of civilization. خون کوروش در رگ‌هایم، خون پاسداران شاه، خون کوروش شاهنشاهان، شاهنشاه خاوران. ای فخر نژاد عشق، ای کوروش ایرانی، باید که تو را نامید پیغمبر آزادی. ای لوح سرافرازی، ای نامه انسانی، ای پاک ترین پیروز، ای بانگ رهایی ها، تو فاتح دلهایی، تو قاصد جانانی، فرزند تو هم ای شاه، شاهنشاه جان آگاه. ای مظهر آبادی و ای دشمن ویرانی، در حسرت پاسارگاد بر می کشد جانم. پاسارگاد رفتنش رو برادر من حسین در سالهای 1980 آغاز کرد و در هفتم آبان ماه چند سال پیش به طور مزموز و مشکوکی هم از جان رفت. از هنگامی که در سالنامه آریای میترایی یادروز کوروش رو گذاشتیم همون سالها و گفتیم برید به اونجا، گفت من رفتم با چند تا از رفقام، به 20 نفر نمی رسیدیم اون سالها، سالهای 1986-1989 و چند سال پیش در هفتم آبان، پس از اینکه که دو سال نتونست بره، بسته بودن، داشت خودش آماده میکرد بره در سهرگاه در مشهد، به طور مشکوکی از جان رفت. گفتن قلبش ایستاده، رسوندیم به بیمارستان، کسی نتونسته کاری بکنه. تو فاتح دلهایی، تو قاصد جانانی، فرزند تو هم ای شاه، شاهنشاه جان آگاه. ای مظهر آبادی و ای دشمن ویرانی، در حسرت پاسارگاد بر می کشد این جانم. چون حسرت آزادی در دیده زندانی، بستند پر و بالم تازی صفتان ای دوست، من تشنه دیدارم، میدانم و میدانی. این ترس برای تن هرگز نبود، زیرا بس بوده تن زارم دزدیده و زندانی. این ترانه از دکتر مصطفی بادکوبه است، شرح خودش رو میده که هم دزدیدنش و هم در زندان بوده به خاطر سرودهای نازنینش. سوگند به خاک تو ای مظهر آزادی، قهر است دل و جانم با لفظ پشیمانی. دردا که نمیدارم از چیز که خود کامگان، تازی صفتان ما را آزاد نمی خواهم.
چون اونا بنی هاشمن و ما تبار آریایی هستیم، برای این نمیخوان، اومدن ما رو نابود کنن. امروز میگم باز دوباره گوش کنید عزیزان من، تا دم نزند ایران از مکتب ایرانی، تا دم نزند ایران از مکتب آریایی، نترسید. من خانه نشین گشتم امروز، ولی بنگر داره به تو تازی شب پرست ستمکار بنی هاشم میگه دکتر مصطفی بادکوبه. خوب گوش کن ای تازی، این ملت آزاده و این شور غزلخوانی، این سیل خروشان را دیده است که چه می آید. یک سوی خراسانی، یک سوی سپاهانی، همینطور میگه شهر میده استانها رو دیگه. استاد مصطفی بادکوبه‌ای در این سروده، و این سروده یک تفسیری از تاریخ است که وقتی که بگیرن زندان کنن، در بند کنن، قهرمان آریایی از پای نمی نشین. ای ستم پیشگان، ای جهان به کامتان، اهرمن زادگان، خون ما شرابتان، ای هزار چهرگان، دیو و دد همه تبارتان، رسم اجدادتان، رسم شوم بردگی، دین و آیینتان، دین مرگ و کهنگی، جمله افکارتان غرق در فساد و هرزگی، رسم اجداد ما، رسم آزادگی، دین و آیین ما، دین عشق و زندگی، عهد و پیمان ما، همدلی و ایستادگی، رسم دیرین ما، رسم پاک سادگی، مهر و داد و خرد با نشاط زندگی، پند تاریخ ما، درس وحدت و یگانگی. در بسیاری از این جایگاه‌های این سروده و سرودهای دیگه، اساتید بزرگ مثل دکتر مصطفی بادکوبه‌ای و غیره بایستی بگن آریایی، ولی میدونید چرا از واژه آریایی استفاده نمی کنن؟ برای اینکه تمامی توضیحاتی که در این راستا و رابطه دادین رو مهربانیاران به خاطر ندارند، و بایستی اساتید محترم مثل استاد فریدون جنیدی، از جنیدی باید یاد بگیریم. جنیدی یک استاد برتر معاصر زمانه ماست. از بکار بردن واژه آریایی نباید بترسیم. امروز اینو خوب گوش کنید، برای همه هم بفرستید، و اصلا نماز صبح و ظهر و شامتون این باشه، همه گیر کنید، چون من میبینم هر از چندی میترسونن شما را از واژه آریا رو بکار بردن. امروز بهتون میگم آریایی یعنی چه. دوباره میگم، ده باره میگم، صد باره میگم آریایی یعنی چه. در آیین اوستا نوشتیم اون سالها، و این کتاب هزاران هزارش فروش شد، و الان به من خبر دادن چند وقت پیش که بیش از 900 هزار نفر، 900 هزار، قریب 1 میلیون نفر این PDFش رایگان دانلود کردن. خب ما تو اونجا که شهر میدیم آریایی یعنی چی؟ چرا میترزید؟ چرا به میل و خواسته تازیان عمل میکنید؟ چرا خودتون رو دوباره سرسپرده و بیگانه از ایران، و همچنان که استاد گفت بادکوبه‌ای مکتب ایرانی، نشون میدید و میترسید که بگید آریایی هستیم ما؟ آریایی بودن ترس نداره. گوش کنید، امروز یه دروغ تاریخی رو بهتون گفتن. چرا؟ چون از عظمت آریایی وحشت داره دشمن تازی. خوب گوش کنید امروز. و هیچ ربطی آریا و تبار آریا با این پدر سوخته آدولفی که اومد 6 میلیون رو بیگناه کشت ربطی نداره. وقتی تله باز میکنن، چون نباید تو تلهه بیفتی، تو تله رو پاک کنی،
تو تله نباید بیفتی، باید تله رو پاک کنی. آدولف پدر سوخته ننه هفتادومش هم از تبار آریایی نبود. قدش، هیکلش، ریشش، سبیلش، صورتش، همه چیزش نشانه این رو داشت که این آریایی نبود که. ولی از واژه آریا استفاده کرد برای اینکه آلمان ها رو تحریک کنه، برای اینکه نژاد پرستی رو رایج کنه. تاریخ نمیدونست که، تاریخ من به شما گفتم بارها، الان هم دارم بهتون میگم، عالم آدم هم گفته، بزرگان از ایران گرفته تا اسرائیل گرفته تا امریکا گرفته هم گفتن آریا ینج. آریا همون ایران، ایران هست، همون ایلام هست، ایلامیان. حالا نمیخوام با لهجه بهتون بگم ایران آریاست، ایلامه، ارمنیه، ایران ویچه، اینا همه ایرانه، آریاست. فهمیدین چی شد؟ این تلفظ در جایگاه های مختلف فرق کرده، تلفظ یه چیزی دیگه شده، ایران شده، ارمن شده، آریایی شده. همون آریایی شما باید بگید، هیچ ربطی برون پدر سوخته نداره. تبار آریایی یک تباری است که اندیشش و فکرش برترین و بزرگترین بوده و هست و خواهد بود از زمان ایلامیان. چون الان بچه‌های زیادی هستن که در مورد ایلامیان کار کردن، خیلی در مورد ایلامیان و تاریخ ایلامیان کار میکنن. بعد از اینکه ما تقویم 7000 ساله رو در آوردیم و 40 سال پیشو نوشتیم در این مورد و چه و چه، چقدر کارای کردن. من از همه بچه‌ها سپاسگزارم در رابطه با ایلامیان. پیش از ورود مهاجرین آریایی به فلات ایران، در جای جای این منطقه قومیت‌ها و مردمان گوناگون، تمدن‌های بسیار و همچنین دولت شهرهای متعددی وجود داشتند. بعضی از این اقوام صاحب تمدن‌های پیشرفته و با سطح بالای تکنولوژی و دانش بودند و برخی دیگه ابتدایی و حتی کوچ‌نشین. در این ویدیو قرار سری به فلات ایران در قبل از ورود اقوام آریایی ها بزنیم، ببینیم مردمان بومی و قدیمی تر این فلات در چه وضعیتی بودند. پس آماده بشید با هم سفری به حدود 7000 سال پیش داشته باشیم. به ساعت 0 خوش اومدید. همینطور که دارید این ویدیو رو نگاه میکنید، ازتون میخوام که کانال ساعت صفر رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک بزنید. حالا اگه آماده اید بریم به یک سفر دیگه در زمان، به سرزمین ایران در 7000 سال پیش. اولین ایلامیان 7000 ساله دیگه. اون موقع که ما تقویم در میاردیم همه گفتن چو دیگه اینقدر سیال که کاشان شهر سوخته. از کنم خدمت اینجا مجله جغرافیای فرانسوی رو ما کار کردیم که تیتر زد که همه آنچه شنیدید در رابطه با تاریخ پیدایش تمدن فراموش کنید، ایران مهد تمدن بشر با 7000 سال پیشینه تمدن. حالا کی دشمنه؟ واژه اصلا آریایی است، میگن یهود. چرا میگن یهود؟ چون قدرتمندترین قدرت در جهان یهوده، چون اسرائیل قوی ترین قدرت جهان. الان که من دارم با شما صحبت میکنم و هالووین هست و جشن فرحوشی هست و فرانسوی میگن توسن هست و عربا میگن مسلمان چراغ برات هست، الان که سال 2024 تازی است، 7700 62 یاریه میترائیست، من به شما میگم شما گوش کنین. الان که دنیا دیگه ثابت شد بشه قدرت و بزرگترین قدرت یهود و اسرائیل است در جهان، قدرت آریایی است. این قدرت آریایی است. ما بارها نوشتیم در که فرانسه فارسی اینا، آقا بیش از 30 آرامگاه، حالا پیغمبر اسمش رو این بزرگ و فیلسوف همین تبار عبری یهودی اسرائیلی تو ایرانه، خواستگاه اینا ایران بوده، شوش بوده. استر ملکه ایرانیه، اصلا کورش هم خیلی میگن یهودی، یهودی ایرانی، یهودیه.
تو ایرانی، زرتشتی، یهودی هستی. تبار، تباری است که من در افسانه افسانه‌ها نمایشنامه کوچکی است که همه زبان ها هم ترجمه شد، تشریح کردیم دیگه. آدم و حوا میگن هبوط کردن از آسمون، افتادن زمین و اینا، اونا مزخرف و آسمون افتادن زمین و اینا. ما امکان داره فضایی باشیم، انسان از فضا اینجا نهاده شده باشه انسان، ولی آدم و حوا دو تا آدمن، دو تا انسانن که من گفتم از فرمان روای شوش ایلامیان اینا رو تبعید میکنن آدم رو به صحرای سینا، چون یک آدم ریولوشنر انقلابی بوده، اونا خوش نمیمده. همیشه هم همه انقلابا رو یهودی را انداختن، بقیه که شما خوردین و خوابیدید، کاری نکردید. ها؟ همین بنیامین نتانیاهو اگه نبود ترورش تا ابد تو منطقه بود و خالان و همه رو جمعید، ولی این اومد ریولوشنر یه کاری کرد، گفت آمریکا ماکرون ماگاه همه رو گذاشت زد، دشمن رو باید زد. مثل ما، من اینو برای من ایرانی میگم، برای تو میگم که بعد 1400 سال کردن تو چیزت که هنوز میترسی واژه آریایی رو بدبخت به کار ببری که سرزمینت، اسمته. حالا میگم هم چرا این کار کردن، یهودی ها نکردن، یهودی ها مخالف واژه آریایی نیستن. همه تون هم خر شدین، دم اونایی که نمیگن، اونایی که میترسن، یه دی خرج شدن، یه دی دیگه سادات تازی هستن، بنی هاشم هن. بنی هاشم نصف ایران گرفته، نصف جهان گرفته. بنی هاشم این قدرتیه، خیلی قدرته. ولی ها؟ ما میگیم یهود قدرته، بنی هاشم خودش قدرت مخفی و پنهانیه. اینقدر بنی هاشم میره مرگ رو، نامه مرگ رو میده به محمد رضا شاه بخونه توبه نامه. بنی هاشمی که برنامه ریزی میکنه، فرمانده بزرگشون یه خانم فریده خانم، ایشون فرمانده بود، برید تحقیق کنید، برید عمرای ارتش گفتن، آقای اسران افشار گفت، آقای عبدالمجید مجیدی گفت صداش هست، همه این نزدیکان پادشاه گفتن. خانم فریده ماهی یک بار بنی هاشم رو تو دربار جمع میکرد تشکیلاتی، و همه اینا رو تشکیلاتی برن نشوندن، گل سرخیش گرفته تا احمد شاملو تا ابراهیم گلستان، اینا رو گفتیم دیگه، برید ببینید. این آدمی که اصلا چون ذهنتون نمیاد. خب حالا با واژه آریایی اونهایی مخالفن که میدونن آریایی کیه. آریایی کیه؟ آریایی کسی که تا پیامبر اسلام انقلابش رو شروع میکنه و سازمان اطلاعات امنیت ایران میفهمه که روم اومده این کاری کرده، سوره روم رو داریم در این مورد من بسیار صحبت کردم، تمام کارهای ما رایگان میتونید گوش کنید و بخوانید، بخشش از یوتیوب اگه پاک شده الان ما به صفحات ما که مراجعه بکنید همین iran.pm ویدیوها در اختیارتون هست، فایلاشی که میتونید دانلود کنید. روم که میاد اسلام رو میسازه، ایران خبردار میشه که پیامبر اسلام که از تبارش که با این تبار دیگه‌ای که با ایرانیا کار میکردن، اینها در تضاد هستن، عربا، یه قبیله کوروش، قبیله قریش، قریش یعنی کوروش، قبیله قریش، کوروش اصلا قبیله بوده که با ایران کار میکرده، ولی اون جناح عبدالشمس داریم و عبدالدار داریم و بعد اینا میاد میشه تبار محمد و تبار بنی امیه ابو سفیان. اونایی که روشن فکر بودن ابو سفیان یاش اینا اون بنی امیه با ایران کار میکردن، بعدا میان روم دخالت میکنه، کاری میکنه که سقایت کعبه رو که اونجا آب که بود، یعنی چی؟ یعنی طلا، یعنی سرمایه. یه کعبه هم گفتم که آتشگاه ایرانی بود، ایرانی های مقته اونجا هستن توش آتش مثل کعبه زرتشتی میبینه. حالا این سقایت رو میگیره روم، میده به خاندان محمد، به آقای هاشم. آقای هاشم هم میگه من سید آقا، یعنی آقای قوم عرب شدم دیگه، من برترینم. برای همینه که میگن یا قمر بنی هاشم یا سادات فلان، یا این خودش از همه اول میبره بالا که با همه بقیه تبار خودش فرق میکنه سهرانشینان اون موقع، و
پیش میره همچنان که زمان لازمه برای هر کاری، تا میرسه به پیامبر اسلام، اسلام رو میسازه توسط دختر عموش خانم خدیجه، چون نوفل اونم باز از توار عبدالمطلب هست و اینا از قصه ابن کلاب هستن، کلاب مجد بالاشونه، بعد قصاص، بعد قصا دیگه میاد تقسیم میشه و همین که دو جنایی میشه. جونید ببین تا ایران سازمان اطلاعات امنیتش میفهمه که روم داره پاورانا رو سلاح میده، بعد سلمان و اینا که به اسلام میپیوندن، یادتون نره سلمان اینا رو من کتاب توی من با خدا رقصیدم شهر دادم برید بخونید، 600 تا به کتابه که نمیشه یه هر روز نمیجا بدون. صاحب یک رزمنده و جنرال رومیست تو عرب هست، میپیونده به محمد، یکی از مشاورینش میشه، یکی دیگه میشه حمزه، حمزه عموشه ولی سفیر عرب بوده تو دنیا، چند زمان صحبت میکنه، والد میشه مشاور دوم باشه. سلمان فارسی یه فیلسوفه، همه ادیان بلده، داره برای روم کار میکنه بر علیه ایران، چون ایران باش درگیر شده، ایران تبعیدش کردن، فرار کرده، در رفته، دشمن ایران شده سلمان، سلمان فارسی اون با ایران کار میکنه. بلال فکر کردن یک آدم سیاوته دیده. بلال یکی از جنرال های حبش هست، هم تنومنده، هم قدرتمنده، هم متفکره، سخنگوی دولتش میکنه محمد، وقتی میگه اذان بگو یعنی پیام رو برسون، یعنی سخنگوی دولتشه. بلال حبشی در جنگ شکست میخوره، توسط روم اسیر میشه، رومی ها میدن که محمد تفکر مغز متفکریست بلال. و این پنجتا مشاورای محمد نقش مهمی دارن، دارن آماده میکنن خودشونه که ایران حمله کنن. ایران امپراتوری قویه، برای همین نمیخوان آریایی نباشه، برای همین عرب نمیخواد آریایی باشه، یهود میخواد، چون ما با هم یکی هستیم. ایره بکنید تو کلتون، چهار تا یهودی که کتابم نخوندن شاید اینو اینجوری نفهمن که من دارم میگم، ولی امنون منتصر و بسیاری از بزرگان و استادای دانشگاه های یهود در اسرائیل و جهان اینو که من میگم میدونن، اینو میدونن. خب اینا یهو ارتش شاهنشاهی ایران، همونایی که تا الان هم ایران رو نگه داشتن، همونا که تا الان هم لو دادن تمامی تروریست های هنیه و اینا رو که زدن کشتن ایرانی ها، بله ارتش شانشه اینا لو داد، اینا خود ایران ارتش شانشه لو داد تردیب شده درد بقیه رو میده. به زودی هم منتظر باشید که اگر شما شعور پیدا بکنید ببینید بفهمید فرق این دوتا رو، نه ترسید از آریایی بودن خودتون، قضیه حله. حالا ارتش شانشه ایران سازمان اطلاعات امنیت دستور میده ترور کنید محمد ترور میشه توسط یک خانم یهودی هم هست. بله بیا بدونید که تا چقدر پیوند جیرین و ناگسستنی دارن. یه خانم یهودی است اونجا، محمد دعوتش میکنه، میگه تو گوسفند بریونی خوب دوست داری؟ میگه آره. میگه بیا خب باید یک گوسفند کباب کنم. میگه چش اومدیم. میره و بهش میده، میگه کجاش دوست داری از گوسفند؟ میگه اینجاش هم دوست داری، میدونم، میگه بخور. میگم گاز میزنه، بعد تا میره پایین میخوره، میگه این زن منو کشت. این همه مورخین شیعه فلان اینا نوشتن، میرید بخونید، جوک نیسا خودتون نوشتن. ایران محمد رو میکشه، از اینه که میترسن از آریایی ها، اعراب بنی هاشم میترسن از آریایی. الان باز بهت میگم حمله میشه، سپاه حال محمد دم دروازه وایستاده، اسامه میخواد بره حمله کنه، فرمانده سپاه با چند صد نفر. محمد که میمیره جنگ و دعوا و خلافت و کی بشه کی نشه، ابوبکر که میشه پیرمردی، والا دخترش از 6 سالگی 9 سالگی دادی با محمد برای این کارو بکنه، جناب آقای ابوبکر که میشن، ایشون میگن خب برو سپاه میاد حمله میکنه طرفای بحرین و اینای کنونی ایران و این شکست میخوره و اینا برمیگردن. میام زمان عمر که میشه اینا قبایل بیشتر رو متحد میکنن، فلان حمله میکنن. خب حالا تو اینجا نداشته باش، چرا از آریایی میترسه تازی؟ بنی هاشم چرا میترسه؟ چون ابوبکرم میان میکشنش، مسمومش میکنن بخاطر که حمله کرده به ایران. دیگه اینا رو که خود شما میدونید که بهمن جادویه
ابن مل ملجم ابن لگام، لگام میبنده، مرادی همش اسمش ایرانیه، باباشو کشتن، خودش قهرمان سلحشور آزادی است که تمام بدنش زخم تازیان رو داره، علی رو میکشه، پیروز نهاوندی، اینا خلیفه های دیگه، تمام خلفای محمد توسط آریایی ها کشته میشن، برمی میترسن از آریایی ها. پیروز نهاوندی و یارانش اینا سرداران آریایی هستن، اونجا چاغور هم تیز میکنه، با من هم نشون میده، میگه یک آسیابی برات بسازم، میگه بفهمی یعنی که. بعد میشه عثمان، عثمانی که میخوان بزنن، ایرانی ها میان متحد پیدا میکنن، مصری ها با مصر متحد میشن، مصری اونجا دوتا با هم میزنن، عثمانی میکشن. بعد علی میاد، علی یکم با اینا یکم با اونا جنگ را میندازن، ایرانی ها جنگ داخل اسلام، داخل اسلام که مسلمان هم میکشن، با امام علی است، با امام علی است. جنگ جمل با عایشه زن محمد و طلحه و زبیر دو تا رفیق حمامیش، خیلی رفیقای صمیمیش، جنگ جمل. جنگ صفین با معاویه است که محمد با باباش صلح کرده. قبلا گفتم نوشته محمد ابن عبدالله، نگفت رسول الله، گفت من قبول ندارم، ما نماز نمی کنیم. ابو سفیان گفت همه رو قبول کرده، همه یهودی ها رو زده کشته، 60 تا قزوه کرده، تم قبایل زیادی رو خیبر رو الان نمیدونم، میگم خیبر 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 تا بعد، نه چون قبیله یهود بینه زده کشته، زده کشته، ولی به محب قبیله خودش که میرسه وارد مکه میخواد بشه، صلح میکنه، پیمان حدیبیه مینویسه، امنیت میده به همه قبیله خودش، ابو سفیان و معاویه، بعد بچه هاشن و فلان اینا، امنیت میده و وارد میشه به اونجا و یک نفر از قوم خیشه خودشم نبی کشه. خب اینجا علی رم میزنه میکشه، جنگ صفین هست، با همون معاویه درگیرش میکنن، قرآن رو سرنه میکنه و و و قصهش دیگه نمیخوام اینجا بهتون بگم. یهو نیروهای ایرانی که افراد تاتمیات مخفی اینا علی رو تحریک میکردن، خود عربایی که به ایران حمله کردن، بزنه بکشه، جنگ رو بندازه، خود اینا یهو میبینن علی میخواد تو بس با این معاویه صلح کنه، میگن آقا نباید صلح کنیم، نه صلح میکنه، تا صلح میکنه یهو نصف بیشتر سپاهش خوارج نهروان، نهروان خوارج نهروان ضد علی میشن، میگن چرا سوال کردی باید میزدی خواه سرویس میگردن، اینا که بیران حمله کردن، الان تو دل شد بیران حمله کردن. علی هم اونا بدبختن، قریبن، تنها، چند صد نفرن میان لشکر چپ و راست معاویه و علی، میزنه همونه رو قتل هم میکنه، از توشن ابن ملجم در میاد، بدن کار میکنه، مخالف آریایی هستن، آریایی کارا رو کرده، عرب و بنی هاشم با آریایی بودن مخالف هن، چون آریایی که میگی تمامی سلحشوری های تاریخت بیادت میاد. عزیزان من، شعرا، نویسندگان، اندیشمندان، نترسید به جای ایرانی بگید ایرانی، ولی آریایی بگید. آریایی است که امروز به بچه ایرانی رگشو به غیرت میندازه که بفهمی یعنی چی. دروغ میگن، بعد در طول تاریخ آدرس دروغ دادن که آقا یهودی هیتلر بوده، اگه بگیرن دروغه، دروغه. من در این پاریس 9 تا رفیق دارم، 9 تا که یا اسم بچه هاشون آریا است، آریا میگن، و یا اسم زنش یا دخترش یا مادرش آریان هست، آریان برای زن به کار میبرن توی پاریس، فقط دوست منن، چند سال با هم قضا میخورن، یهودی هم هستن، هر سال میرن برای زیارت اسرائیل، متدعی یعنی یهودی، میدونید که هم تبار داریم هم دین، دینشون هم قویه، دین یهودی دارن. همین رو بحث رو من وقتی در کنیسه کوپرنیک، مشهورترین کنیسه فرانسه پاریس است، نزدیک برج ایفل،
کردم در برابر برنارد هانری لوی که یک کتابی نوشته بود به توصیه عربستان سعودی و ایران، بعد اونجا گفته بود که آره ایران و 70 سال رضا شاه آورده ایران نیست، باید بگن پرس بگن فلان بگن. نه من باشدم اونجا تنها کسی بودم که بلو 500 نفر صحبت کردم و بهش گفتم آقا جان من کسی هستم که در این فرانسه و جهان از 45 سال پیش گفتم انجمن فرهنگی فرانکو پرس، ما پارسی هستیم، پرس 7 میلیون دو سیویلیزاسیون، پرس 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 گفتم میگم و خواهم گفت. اما اون که تو میگی دروغه که ایران پرس بوده ایران نبوده. گفتم ایران از تو شاهنامه که 1000 سال پیش گفتن، تو منابع تاریخی حتی یهود به نام ایران شناخته شده، اما آریاس یزدان سوگوای حسن این آدم ها اینه. گفتم تو میگی یکی توی کردستان عراق به تو این اومده گفته که این پارس پرس، تاریخ برو بگو. و این کتابشه که خیلی هم صدا کرد فرانسه و شون پسی رو فرف من. همونجا وقتی که تموم شد ما اومدیم بیرون تو خیابون، 4-5 نفر که از خانواده ایرانی یهودی بودن که اونجا بودن اومدن پیش من، گفتن تو چه حرف دین ما رو زدی؟ رضا شاه ما رو نجات داد، رضا شاه به ما پاسپورت داد، رضا شاه چیکار کرد، رضا شاه چیکار کرد، شاه چیکار کرد، اینا نمیدونن تو چه خوب گفتی. فهمیدی؟ از آریایی بنی هاشم میترسه نه یهودی. حالا اینجا دارید خوب گوش کنید، من میخوام سپاسگزاری کنم از کنفدراسیون یهودیان کالیفرنیا لس آنجلس، اونها هم در رابطه با همین صحبت برنارد هانری لوی گفت، اونایی که من گفتم فلان اینا همون سال چند سال پیش بود، برنامه هم دور زمینه رفتیم هست، هم به فرانسه هم به فارسی. کنفدراسیون یهودیان عزیزم در کالیفرنیا نیز اعلامیه دادن و تجلیل از رضا شاه که چنین سخنی درست نیست، آریا نام ایران بوده و غیره و غیره، کلام منتشر کرد. از آریایی بودن تازیان میترسند، چون خدمتی نرسیده از همون اول تا الان، از همون اول تا الان، و بعدم اینا همه پولا رو اینا دارن خرج میکنن ضد ایران. اونی که براتون گذاشتم که انگلیس ها میگن که بایستی، 10 بار گذاشتم دیگه، انگلیس ها میگن ما بایستی عربستان سعودی رو تقویت کنیم چون ممرزاشا به ما وجود که باج نمیده و اینا و اون رو تا و پولا رو همیشه اونا میده، ولی وقتی استخدام میکنه خب امکان داره شرط یهودی رو هم اینا استخدام کنه، داره تلویزیون رو یک رادیو بریا. یهودی اگر هویت داره، مسیحی اگر هویت داره، هر دینی آینی کشور یک پستی بهش دادن یک جایی داره، اون قاطبه اونا که نیستن، که قاطبه اونا نیستن. حمله اخیر، من مخالف حمله به ایران بوده و هستم و خواهم بود، ولی حمله اخیر اسرائیل اینو نشون داد، خودشون میگن 4 نفر کشته شده، برای ما 40,000 نفره با توافق هم شد اینا، ولی میتونه بزنه تمام زیر ساختار اقتصادی رو نابود کنه. بعدم برای زدن خامنه‌ای هم که تو امام جمعه که این آقای مناشه امیر گفت، مناشه امیر یک مشاور امنیتی و وزارت خارجه، وزارت خارجه اسرائیل آدم مهمیه، کس کم آدمی نیست، فکر نکنید کم آدم. خود ایشون اومد تو مسابقه که با چیز میکرد گفت آقا ما اون نزدیم خامنه‌ای رو روز، به خاطری که همون تمام صفحه اولش اینا آدمای ما بودن. خب بهم گفت اگه نمیزد خب باشه مثلا نیستی. خب این تازیان هستند که از قدرت و عظمت و شوکت تاریخی ایران میترسند تا الان. شما نمیدونی خب بگم چرا میترسه تازی؟ بعد میگه یهودی ها میترسن، چون یهودی قدرت داره، میدونی که همه تون میترسین، همه تون غلاف میکنین، نمیان میگه من آریایی هستم از نسل آفتاب، از شبد ماهتاب، از اوج قله های سرفراز، از قعر دره های دلفروز. مسعود سپند عزیزم اینو گفت، یادش بخیر، رفت تاجیکستان، وقتی برگشت گفت اوستا تو راه همجور که ما رفتم یک شعر گفتم بیاد تو، بیاد همه این آریایی را، بیا اونجا هم خوندمش، امام علی رحمان خوشش آمد. بعد امام علی رحمان رهبر تاجیکستان، رهبر ایرانیان جهان، دستور داد این من آریایی هستم رو که خانم مریم جلالی عزیزم خونده
دستور داد به ارکستر سمفونیش اجرا کرد و ارکستر پلیس تاجیکستان اینو خون. من آریایی هست از یه تازیه میترسه، تازیه یهودی با قدرت آریایی، اصلا خودش یهودی آریاییه. 30 تا قبر بزرگانشون تو ایران همشون یهودی هن. شوش برخواسته از دریای کاسپیان، کاسپیان هر چی یهودی تو دنیا از کاسپیان میاد. یکی از تبارهای آریایی ایرانی هستن اینا. حالا فارس و کرد و بلوچ و ارمنی و لوری و بختیاری و ای لوریا رو بگردم، لورا رو ببینی روزا، برید همه تون لور شید، برید همه تون قهرمانی، برید همه تون کرد شید. خب حالا شما ببین، ایرانی آریاییست با همین خوشگلیایی که میبینید، این خوشگلا، این زشتا هم که میبینید بنی هاشم هم دیگه، بنی هاشم تازی جان زیبایی و زشتی تو ببین. تازه تازه اینها اینقدر شیفته آریایی ما هستن که اولا خیلیشون زن ایرانی گرفتن، یعنی در اکثر کشورهای خلیج فارس دخترای ایرانی زن عرب ها شدن، خیلی زیادن، خیلی زیادن. برنامه منم میبینم به شوهرشون هم فارسی هستن. از اون طرف اینا حتی آدمای خودشون رو که میخواستن نقاشی بکنن در طول تاریخ استثنا نداره، همشون خوشگل و چشم آبی و چشم سبز و رنگی بودن. این مثلا امام علی نگاه کنین، این تصویر اصلیشونه که توی موزه لندنه، اون تصویریه که اینا ساختن چهره آریایی و تمام ائمه شیعه رو اینا به چهره آریایی ساختن. اینا سوخته بودن تو صحرای عربستان سودی، اونجا بودن دیگه بابا، که تصویر امام علی و امام حسینشون هست، حسین هم هستی که نمیخوایم چند میشون. اینه که اینا کشیدن تصویر آریایی است، اینا سرداره آریایی ایرانی هست. بس که الان بچه های کارار میکنن تو اینستاگرام فیلم های یک دقیقه درست میکنن، زنهای خوشگل قد بلند ابرو کمند آریایی، اونا آریایی اینان. تا الان هم کس از آریایی بوده اینه ترس دارن، وحشت دارن، میترسن. به خاطر اینه که میگن بگید شما آریایی نگی، آریایی نگی، آریایی نگی یهودی ها. بعد نکی اینا خودشون هم آقا عرب بسیار میشناسم، مسلمان بیشتر، من اینجا میشناسم، شما هر جدی هستی میشناسی. تا یک کاری چشگیر میکنه، یک دکتر خوب میخواد میگه بریم اسرائیل، الان آخونده انقدر میرن اونجا چه جاشونه عمل میکنه رام نمیدیم. یک وکیل خوب میخواد مخالف رو اینستاگرام و فیسبوکش اینا رفته با حزب الله یا کلی هم فوش داده به یهودی و فلان اینا، انقدر خره که میدونه، نه اون میدونه که یهودی کارش درست انجام میده، کار مخالف تو پولت بده و کارش درست انجام میده، نمیگه که تو با ما دیروز چی گفتی. خود اینا چون قدرت و توانایی و صداقت و اونت یعنی میفهمن، همه کاراشون رو نمونه میدن تا یک کنترل مالیاتی میشه. یک حسابدار یهودی پیدا کنیم، یهودی خب چون کارش خوب انجام میده. خب اینها چون این قدرت رو این فلان رو میدونن، میگن که نگیم که ما عرب های تازی صحراگرد بنی هاشم مخالف واجه من آریایی هستم، تازی نه هستیم، بگیم یهودی ها به خاطر پدرسگ بیشرف هیتلر و آدولف میرن. بابا اصلا خودش قیافش نگاه کنین، او قیافش نگاه کنین، اون میاد که آریایی باشه وقتی که او کاری کرد، بعدا با عرب ها ساخت، با آخوند عرب ها ساخت و تحت تاثیر اونا میخواست از یهودی کشی را بندازه مثل صدر اسلام. و بعد او اوایل که میره زندان و همین مرتیکه جنایتکار میره، جنایتکار میاد بیرون و فلان اینا، آقا بارها فینانس پول میگیره قرض میکنه از یهودی ها به خاطر انتخاباتش، هنوز اعلام نکرده چه گویی میخواد بشه، پول های هنگفتی میگیره از بانک ها و از کمپانی ها و فلان، نگه یهودی هم چشون هست. بعد وقتی که به قدرت میرسه این پولا رو باید پس بده، نمیده، برای که پس نده میگه اینا پول پرستن، میگیره بود بکشیمش،
این مسئله شخصی بوده، دیوانه روانی بوده، یه کاری کرده، یک به آریا ماره. آریا هم که میگیره به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه آلمان، آخه آلمان شما ایرم نمیدونی، جرمن. استاد فریدون جنیدی در این رابطه یک کتاب دارن، مهاجرت آریایی ها، بخونید. استاد فریدون جنیدی بر این باورن که گرمان، گرمان یعنی همین کرمان، گاف ندارن عرب ها، میگن کرمان به ما. گرمان جایی که گرمه، مهاجرینی که میرن به میان به اروپا میشن گرمن، جرمن. این جرمن ها ایرانی هست. استاد فریدون جنیدی بزرگترین استاد تاریخ ایرانه. ایشون صدها کتاب رو نظارت بر نوشتنش داشته، صدها دانشجو رو سافریده و و و و و فریدون جنیدی خودش بوته. برید ببینید کیه. ایشون میگه، میگه سپاهان، در سروده دکتر مصطفی بادکوبیان بود که میگه سپاهان، یک سوی خراسانی یک سوی سپاهانی. سپاهان یعنی همین اصفهان و اسپاهان همون اسپاین. میگه اسپانیایی ها و مهاجران اینجا هستن. ایرلند، ایر اما ایران، استان ایران، ایرلندیه. چرا اینقدر ایرانی ها رو دوست دارن؟ و دیگه تو بگیر اروپا مهاجران آریایی ایرانی هستند، نه اینکه در فلات ایران هند و اروپایی اومدی. چرت تازی هست، باز چرت بیگانگان، چرت رومی هاست، دروغ است. هند و اروپایی ما نداریم، هند و اروپایی ما نداریم، آریایی داریم. آریایی ها مهاجرت کردن از فلات ایران به این جا اومدن. اینا رو دکتر فریدون جنیدی کتابش میخونه. بعد ولی این عرب ها تفلی ها که چون تو صحرا و اینا خاک و خل و اینا سیاسوخته بران بودن، میبینید که حضرت علی رو اجری میکشن، بقیهشون هم همینجور بودن. حتی مسیحیان عزیز، مسیحا میدونید که مسیح فرم کنه، عیسی مسیح از خودمونه، بچه ایران. عیسی مسیح تو ایران تحصیل کردید، در رابطه هم باز نوشته و هست سخنابت ببینید. ولی با همینا عیسی مسیح هم یهودیه دیگه، شرقیه، موهاش فرفری بوده، چهرهش هم سیاسوخته بوده، چون صحرایی بوده، چون از اونجا ما رفته مهاجرت کردی. الان شما ببینید تمام تصویر که از 98% عیسی مسیح هست، بلند و موهاش رنگی و خوشگل و فلان اینا، بگن آریایی میتونیش بودن، آریایی. خب اون هیتلر بیشرف، چون میبینید اینها در اروپا ضد یهودی هستن و تون اروپایی خیلی ضد یهودی هستن، اروپایی ها جنگ های زیادی ضد یهود کردن، قتل عام های زیادی ضد یهودی کردن. اصلا قرون وسطا جنگ هایی که شروع میشه، صلیبی ها که اینا میرن میخوان بیت المقدس رو فتح کنن، میخوان از یهودی ها بگیرن. یهودی کشی اینقدر اینا رو انداختن در طول تاریخ، همین غربی ها. ولی یهود کسیه که نمیاد هی بگه. الان هیتلر رو میگن آخرینش بهش یکی رو بستن اینا، ولی بقیه رو نمیگن، نمیگن چه بلایی سر اینا آوردن. حماس که آخرینش نبود که لفظات تو جشن یک فستیوال رو جور با هم زد که تا قبل از همین حماس من یادتون رفته با چاقو میزدن تو خیامون آدم رو تو این پاریس سر موردن یهودی ها پردن. شیوه از همون ابتدای اسلام بوده، ایرانی آریایی با یهودی. اصلا یکی اصلا یهودی تبارشون ایرانیه، مثل کرد، مثل خراسانی، مثل بلوچ، مثل سیستانی، مثل هر کسی. حالا بعضی وقتا به شوخی میگن این بنیامین نتانیاهو یا بچه ایجا هسته، البته مشکسته هم یزدیه، خیلی ایرانی زیاد داریم اونجا، خیلی زیاد داریم. من سیروس عزیزم هم رئیس فرهنگ سرای سیروس هست اونجا، بیمار شده، براش تندرستی آرزو دارم، از بهترین رفیقای من اونجا و سیروس حکیمی عزیز، دارم حالش هر چیز زودتر خوب بشه. ولی من از این اسحاقیان رفیقمون پرسیدم، گفتم میدونید که میگن بنیامین ایرانیه؟ نگفت نه. ولی حالا دو نسل هستن، یعنی قصلی نسلشون از قبل برمیگرده اونجا، چون اینجا خواستگاه بشر و تمدن که فلات ایران بوده، تبارهای اینجوری هم از اونجا برخواسته. حالا با همه اینهایی که عرض کردم، از این بعد افتخار کنید به آریایی بودن،
به کار ببرید آریایی بودن رو، از کسی نترسید، تحت تاثیر کسی قرار نگیرید، هی قافیاتون میخواد جوری آریایی هستین، نترسید در دام بنی هاشم سادات تازی نیفتید، نیفتید. حالا میرسیم به این نامردایی که ترتیب ایران رو دارن میدن روز روز، آخوندا و ارباباشون. نه ارباب هم دارن، ارباب هم دارن، ارباباشون همون یکی که اقسام قوی تره، یکی تمام این حزبای چپول مپول مارکسیستی کمونیستی از قبل ساختن و بردن لبنان و سوریه و لیبی و کوبا و آلبانی و اینا، اون موقع بردن اینا رو آموزش شدن فرستادن علیه پادشاه، چه کردن آدم خوشه همینا. الان پوتین شما دیدید که پوتین دیدید پدافنداره، پنج تا پدافند که داده بود پول میلیارد گرفت و درا و تو از واقعی رو حرف زیاده، نمیخوام زیاد وارد این موارد بشم براتون، ولی یه کار دیگه که شما بینید اسرائیل بهش حمله کرده، هر روش هم جانتی بوده، یعنی زیر ساختاره رو نزدن همچنان که خواست بودیم، ولی کلن با زدن یه رو مخالفیم و پالشگاهی نفتی رو نزده بود، چون اینا به زودی مال خود ایران میشه، ولی جمهوری اسلامی به خاطر اینکه باز نشون بده که ضد آریایی است، باز نشون بده که بیگانه در ایران حاکمه، چیکار کرد؟ یک جوان سابق، جوان سابق آورد جمشید شارمهد رو کشت داشت. از خون جوان چی بگم. فقط وقتی این دختر عزیزشو و پسرشو میبینم که اینها پدر باید بالا سرشون باشه، پدری که میدونید اختراعات در تکنولوژی انفورماتیک زمانه ما کرده، این که به چند زبان الان همه چیزا صحبت میکنه، واتساپ میزنی، تلگرام میزنی، چند زبانی میشه، میتونی مترجم داشته باشی، این رو جمشید شارمهد مخترعشه، یکی از کاراش، یکی از کارش جمشید شارمهد یک مخ علمی بود جدا از اندیشه های سیاسیش. اینها زن میکشنش. از قبل بارها بهتون گفته بودم، تأکید کردم پیش از این که رئیسی رو بکشن، بارها بهتون گفتم که رئیسی انجام نمیده حجاب اجباری رو فلان فلان، گفتم بزنید هر کی حجاب اجباری خواهد. یادتونه چند بار گفتم، گفتم بزنید چون شما پیروز شدین، دختره ما پیروز شدن، نیکا پیروز شد، روسری سوزانها پیروز شدن. باز بنی هاشمی رو نمیخواد شما بگین، روسری سوزانها رو باید بیاد بگید، روسری سوزوندن باید نشون بدید، دیگه کار به جایی رسید که خود دیکتاتور تهران اومد رسما اعلام کرد که حجاب در ایران آزاده. حالا با همین حرفی که سید علی زده، شما هر کی کوچکترین مزاحمتی براتون ایجاد کرد بر اساس همین سند بزنید زیر دست پلهش کنید، زن بود، مرد بود، پیر بود، جوان بود، بزنید اینا رو به جون هم بندازید. و کوچکترین مقام مسئول بی همه چیزی که بخواد مزاحم زنان و دختران آریایی ما بشه که خون دادن بچه های ما، دختره ما خون و جان دادن برای این که به دست آوردن، بزنیدشون محکم هم بزنیدشون. از قبل بهتون گفتم الان سخنی سید علی رو دارید، سخنی سید علی باشه بگو مردی که تو مخالف رهبر چلاقت هستی، مخالف شی؟ این خودش گفته، تو چی میگی؟ بزنیدشون. کونگ فو، کاراته، تکواندو، کانونهای شورشی شما بزنید پشت سر شماست میاد. کانونهای شورشی خوشبختانه
یک اشرف پاک، یک دخت نازنین رعنا و یک ایران، همه با شرف، همه قهرمان، همه کانونهای شورشی، بزنید اینا رو، بزنیدشون. آزادی از همینجا شروع میشه که یاد بگیری بزنی، وگرنه نه امام زمان است که برای نجات تو میاد، این برای سر تو شیر به مالان هست، نه از خارج کسی میاد برای نجات شما. دیپلماسی جهانی است تو سازمان ملل یک سری رفای جدیدین، شما باید خودتون بلند شید. چند بار بلند شدین، این دفعه که بلند شدین ایران را آزاد میکنید. ایران آریایی، ایران آریایی، نترسید. مکتب آریایی، نترسید. نگن بهتون که یادآوری اون پوفیوز میشه 6 میلیون رو کشته. بگید مردی که اصلا قیافه چلاغ و اولاغ و زپرتی و سوختش میمد که آریایی باشه اصلا. ولی شما خوشگلا رو ببینید، نه این آریایی هم خوشگلا ببین، این یکیشون مال اوور دنیاست، یکیشون مال ورد دوتا ریشه ایرانی، اینا ایرانی هم آریایی هم. در برابر این چولاغ ها و ترکیب های تازی که همیشه آدرس عوضی میدن، ما مخالف کسی نیستیم. اینه که من میگم مخالفت با عربستان سعودی نیست، ولی خبر دارم به شما میدم. آقا از پیش از انقلاب پول انقلاب رو عربستان سعودی داد، همچنان که دیدید و شنیدید انگلیس ها گفتن. تو الان آقا هر رادیو هر روزنامه در میامد از اون قدیم پول عربستان سعودی میداد، تا الان هم اونجور. حالا میخوان دارم مدیرش یک کسی بده ننه تو، عمه تو، عموی تو، یا با هویتی بیاد از یک کشور دیگه، ولی اونی که پول نمیده خره، اون پول میگیره، حقوق میگیره. من شاهد بودم دوستان عزیزم که بسیار اینجا نبرد مبارزه اونجا اونجا اینجا 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 پول میاد. اسرائیل نیست که میده، آمریکا نیست که میده، فرانسه پول به کسی نمیده، پول عربستان سعودیه. بانک زد تو این پاریس، یه بانک زد که بتونه پولا رو بده. تاریش هم بسیار گفتیم. خب این که دشمن تو بنی هاشم که اینا مال بنی امیه هستن، حالا اگه وهابی هستن چون به اونا میخورن، به اون بچه دیگه قصه ابن کلاب میخورن، تبارهاش دیگه گذاشتن براتون روزی ندارم. خب اینها این درگیری های خانوادگی خودشون رو نمیگه که پسر عمومه که، حالا هر سید دیگه ای برو بیاد جاشی که خاتمی باشه، یکی موسوی باشه، یکی چون دیدید که همین هم نشون دادن الان اصلاح طلب ها الان بیشتر از هر کسی از رژیم و علی قامری داره حمایت میکنه، بیشتر از هر کسی. یعنی شما این گوله رم نزنن تو که سید دیگه بگن بهتر از این سیده بود، نه. ولی با همه اینا شما ببینید تمامی اینها آدرس عوضی دادن میدن. از اون اول مرگ بر صهیونیست، مرگ بر امپریالیست، مرگ بر صهیونیست، مرگ بر امپریالیست، آدرس عوضی میدن، چون همه اینا رو با پول عربستان سعودی بود که عراق و سوریه و لیبی و دیگه آلبانی انور خوجه به این تروریست ها و مارکسیست ها و چپول مپول ها پول میداد و همه اینا. بعد یارو میگفتن آقا یارو پول هواپیمای آقای خمینی داد چند میلیون. بابا یارو که پول درآمدش به جا نمیرسید. او یارو یار من خیلی دارم میشناختم، اینجا یه کفه میرفتیم کفه تو پاریس میخوردیم، پول کفه رو من میدادم خوشحال میشد، اصرار نمیکرد که پول کفه رو بده. بدبخت. اینا رو نمیدونید، یاد بگیرید بفهمید. پولا از همون صندوق اصلی مکه و مدینه بلاک روک میاد و میومد، پولا از اونجا میاد. نمیگه که خود ما میام بده بیه بدن به اکبر آقا، اکبر آقا حسین آقا اینا رو تقسیم کن، اونا تقسیم میکنن. بعد یک سری افرادی که اصلا کشته شدن اینجا توی غزه یا اینا بخاطر اینکه پولا رو زدن و اون اومده اینا میخوان پرمدون رو باز کنن، آدرس عوضی میدادن. آقا مرگ بر اسرائیل، این یهودی ها چکار کردن، این امریکایی چه بدبخت بیچاره پسر عموتونه، دعوا دارین با پسر عموتون برین تاریخ را مردم بخونید، برید تاریخ رو بخونید، جنگ بنی هاشم و برادرش رو بفهمین از کی بوده تا کی، فرزندان قصه ابن کلاب تا به امروز. پروانه میخوام که باتون خداحافظی بکنم، دستان گرم شما میفشارم، از برادر مهربانم مهندس امیر شجره سپاسگزارم، از
بانو مرجان جان عزیزم بسیار سپاسگزار هستم، زحمات زیادی میکشه، و از کارگردان برنامه آقای امیر شهرتی سپاسگزارم. این که شما به همین آریایی بودن یعنی چی رو میرسونید، فرزندانتون از شما سپاسگزار خواهند بود. تاریخ ایران، تاریخ ایران از زمان هرمزان و ابن ملجم مرادی بگیر تا کسانی که رفتن حجر الاسود برداشتن، قرامته بودن و چه بودن و سندباد بودن، تمام گروه های جانبرکف بابک خرم دینی، بی نهایت این رضا شاه حسین مهمتر از شما سپاسگزار خواهد بود. کوروش که دیگه چه خنده ای بکنه. بدرود.